همیهنان عزیزم درود بر شما خوشحالیم که با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم نتانیاهو حجت را بر جمهوری اسلامی تمام کرد آماده ی نابودی رژیم ملاها هستیم اعتراف مقامات جمهوری اسلامی به نقش پوتین در وضع فاجعه بار ایران نسل شیک پاسارگادی کابوس این روزهای ملاها صفهای طولانی در پایتخت برای مشاهده میراس شهبانو فرح پهلوی و وحشت جمهوری اسلامی از اقدامات بی سابقه اتحادیه اروپا دوستان عزیز اگر از فعالیت رسانه ما رضایت دارید با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در آخر این برنامه یاری رسانه تیم پرتلاش ما باشید همه شما هم بسنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم در خبری بسیار مهم و فوری نخست وزیر اسرائیل سه هفته بعد از حمله نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی میگوید این حمله به دفاع هوایی و توان تولید موشکی جمهوری اسلامی ضربه زده و یک بخش خاص در برنامه هسته نظام را نیز هدف قرار داد بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه 28 آبان در سخنرانی در کنست پارلمان اسرائیل همچنین گفت جمهوری اسلامی هنوز یک گزینه گزینه که به سوی تجهیز بمب اتمی گام بردارد. او در توضیح جزئیات بیشتر حملات اسرائیل اعلام کرد که کشورش در پاسخ به حمله 25 فروردین جمهوری اسلامی در عملیاتی محدود یکی از چهار آتشبار پدافند اس جمهوری اسلامی را از بین برد و افزود که در حمله پنجم آبان سه آتشبار باقی مانده همین نو پدافند را نابود کرد. او افزود که جمهوری اسلامی اسلامی کماکان از توان حمله به اسرائیل برخوردار است اما در آن صورت اسرائیل را به هدف خود نزدیک می کند. آقای نتانیاهو گفت ما در عملیات خود موشکای محور شیعه را مورد حسابت قرار دادیم. جمهوری اسلامی هر لحظه حتی در همین لحظه می تواند پاسخ بدهد اما چون این اقدامی ما را به هدف نزدیک می کند. به گمان بسیاری از کارشناسان هدف مد نظر نتانیاهو سقوط رژیم علی خامنه ای در تهران است و منابع آگاه و امنیتی در اسرائیل تایید کردهاند که دولت نتانیاهو با کمک و همکاری دولت جدید دونالد ترامپ قصد دارند تا یک بار برای همیشه از شر جمهوری اسلامی در خاور میانه راحت شوند و اقدامات لازم برای حمله کوبنده به تأسیسات مهم و حیاتی نظام در ایران را فراهم کنند. او در ادامه اعلام کرد این یک راز نیست که یک بخش خاص از طرح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حمله ی روز پنجم آبان هدف قرار گرفت. نخست وزیر اسرائیل گفت جمهوری اسلامی گزینه دیگری دارد که آن را دنبال می کند و آن هسته شدن است که چون این چیزی می تواند همه ی های ما را معکوس کند. آقای نتانیاهو تصریح کرد که با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید توان اسرائیل در اقدام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. علی متحری نماینده پیشین مجلس در جدیدترین مصاحبه اش گفته است اینها یعنی روسیه ای ها کارشکنی هایی هم در جریان برجام کردند و هر وقت میخواست به نتیجه برسد نماینده روسیه در پنج به علاوه یک موانعی را ایجاد میکرد. ما نباید خیلی به اینها اتکا کنیم. خیلی نباید به روسیه تکیه کنیم اینها صداقت ندارند و از ایران به عنوان سپری در مقابل آمریکا استفاده می کنند اگر دو بلوک اسلامی و بلوک غربی در دنیا قائل باشیم روسیه هم در بلوک غرب قرار می گیرد روسیه می توانست در سوریه خیلی کمک ما باشد اما نبود اسرائیل به نیروهای محور مقاومت حمله می کند و افرادی را شهید می کند روسیه اما با اینکه در آنجا پایگاه دارد و می تواند مانع شود این کار را نمی کند. قدرت بلوک شرق روسیه چقدر میتونه موثر باشه و نقش آفرینه شما اشاره کردید به خالی کردن پشت لشکر مصر توسط شوروی سابق و حتی در همین حملاتی که به تهران اتفاق افتاد روسیه این حملات رو محکوم نکرد گرچه در جبهه مقاومت سوریه با نیروهای ایران همراه بود و این دوگانگی رفتار در مسکو چقدر در راهبرد جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت موثره بله ما خیلی نباید به روسیه تکیه بکنیم اینها چندان صداقت ندارن یعنی به نظر من از ایران به عنوان یک سپر استفاده میکنه یک سپر در مقابل آمریکا و حتی میدونیم که اینها کارشکانی هایی هم در باره برجام انجام دادن یعنی هر وقت میخواست به نتیجه نهایی برسه بالاخره گاهی اون نماینده روسیه در اون پنج به اضافه یک موانع ایجاد میکرد ما خیلی نباید متکی به روسیه باشیم به هر حال روسیه در نهایت در همون بلوک غرب قرار میگیره اگه ما دو بلوک غرب و بلوک اسلامی قائل باشیم برای دنیا روسیه در بلوک غربه در نهایت هم به صلاح در کنار اسرائیل قرار میگیره و بسیاری از یهودیان سرزمین های اشغالی هم کسانی هستند که از روسیه به اونجا رفتن و در سوریه خیلی میتونست کمک ما باشه ولی خیلی جاها نبود اسرائیل به راحتی به نیروهای بسنم از کنم که محور مقاومت در سوریه حمله میکنه و افراد شهید میکنه روس... روسیه در اونجا پایگاه داره میتونه اختار کنه میتونه اقداماتی بکنه متاحدی مانع بشه ولی این کارو نمیکنه این در حالی است که سفیر ایران در ارمنستان در اظهار نظری جنجالی گفته است جمهوری اسلامی و روسیه متحد و همپیمان نیستند اتفاقی که میفته اینه که سفیر جمهوری اسلامی در ارمنستان یک چیزی رو صادر میکنه که با ما به اون میگیم میکس سیگنال یا سیگنال سردرگم کننده به این مفهوم که رغم دکترینه کلی جمهوری اسلامی که مدت هاست اعلام کرده که روسیه کشوری هست که برای ما یک متحد استراتژیک هست الان شاهد این هستیم که بخشهایی از دستگاه وزارت خارجه جمهوری اسلامی دارن میگن ما با هم نقاط همکاری و اشتراکایی داریم اما لزوما متحد نیستیم خب ما وقتی که به شرایط نگاه میکنیم اینجا بحث بحث دالان زنگ زور هست که همیت پیدا میکنه نقطه استراتژی که آسیا رو به اروپا وصل میکنه و برای منافع ملی ایران مهم هست که این دالان حفظ بشه جمهوری اسلامی به خاطر بیلیاقتی که داشته ظاهرا نتونسته دالان زنگ زور رو حفظ کنه نه الان شاهد این هم هستیم که بحث اشغال جزایر سگانه ایران توسط ایران پیش اومده در مجامع بین المللی حتی توسط اتحادیه اروپا در ادامه این بیلیاقتی ها جمهوری اسلامی نتونسته که کنترل خودش رو بر این بخش تثبیت کنه و تنها دلیلی که الان در پی این هست که به نوعی این دالان رو زنده نگه داره اینه که اون بخش از نفع اقتصاد اقتصادی که به جمهوری اسلامی میرسیده قطع نشه با تغییر مسیر استراتژیکی گمرک در منطقه قفقاز این تنها دلیل هست اما نکته جالبی که وجود داره اینه که ما داریم راجع به ارمنستان صحبت میکنیم اینجا که یک کشور دموکراتیک مسیحی هست و علارغم اینکه انتظارش نمیره اون اینجا منافع مشترکش با جمهوری اسلامی یکسان شده از سمت دیگه آذربایجان که یک کشور آریستوکراتیک هست که به حال جمعیت عمدهش رو مسلمانان شیعه نشون میدن اینجا متحد دشمن دیرین جمهوری اسلامی یعنی اسرائیل شده برای همین وضعیت بسیار پیچیده که در نتیجه پیچیدگی ای اوزا اینجا منافع جمهوری اسلامی حتی به منافع اتحادیه اروپا هم که معتقدن این مرز نباید از بین بره نزدیک شده ولی یک ظرافتی که اینجا وجود داره اینه که اینجا جمهوری اسلامی فقط برای اینکه بتونه به پول بیشتری دست پیدا کنه منفعت داره در صورتی که حفظ دالان زنگ زور یک بعد ملی برای کشور ما داره فارق از نظام و این نشون میده که چه تطبیقی وجود داره بین منافع ملی ایران و منافعی که به عنوان مثال در دنیای آزاد غرب وجود از سوی دیگر کازم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه در پاسخ به پرسش خبرنگار این کشور درباره توافق جامعه همکاری راهبردی بین تهران و مسکو گفت هیچ مشکلی در انعقاد توافق جامعه همکاری های راهبردی بین ایران و روسیه وجود ندارد و این توافق تدوین شده است تهیه توافقنامه جامع همکاری های راه بردی بین ایران و روسیه دی ماه 1400 ابتدای سال 2020 و در جریان سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وقت ایران به روسیه در دیدار با ولادیمیر پوتین مورد تایید طرفین قرار گرفت. تهران و مسکو پیشتر در سال 2001 میلادی قرارداد استراتژیک 20 ساله را امضا کرده بودند که در سال 2020 به صورت خودکار به مدت 5 سال دیگر تمدید شد. توافق بین رئیسی و پوتین در سال 2020 برای تنظیم سند جدیدی بود که جایگزین سند قبلی شود. ایران و روسیه تا کنون درباره جزئیات این توافقنامه استراتژیک تازه سکوت کردند، اما به گفته روسیه، توافقنامه سال 2001 بین دو طرف همکاری‌های در زمینه صنعت و فناوری، پروژه‌های امنیتی، انرژی و ساخت نیروگاه های اتمی را شامل میشد. با نمایش آثاری از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در نمایشگاهی با عنوان چشم در چشم صفی طولانی از علاقه مندان برای دیدن این آثار مقابل این موزه شکل گرفته است ویدیوها و عکسهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی نشان میدهند دهند علاقه مندان به دیدن مجموعه چشم در چشم در خیابان کارگری تهران در صفی بلند مقابل موزه هنرهای معاصر می ایستند تا با خریدن بلیت و ورود به این موزه آثار این مجموعه را تماشا کنند این نمایشگاه که از 15 مهر آغاز شده قرار بود 27 آبان خاتمه پیدا کند اما به دلیل استقبال زیاد تا روز چهارم آذر تمدید شده است در قالب نمایشگاه چشم در چشم 130 اثر از چهل و سه هنرمند ایرانی و 53 هنرمند بین المللی با موضوع تحولات هنری و مفهومی هنر پورتره در گالری های شماره یک تا پنج موزه هنرهای معاصر به نمایش گذاشته است به گفته جمال عربزاده نقاش و مسئول برگزاری این نمایشگاه برخی از این پورتره ها از بهترین آثار موجود در گنجینه موزه هنرهای معاصر هستند. محمد خراسانی زاده مدیر کل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران درباره این موزه گفت این نمایشگاه با رویکرد روانشناسی اجتماعی آماده شده است. در این نمایشگاه آثاری از پابلو پیکاسو، وانسون ونگوگ، آنری دو تولوز لوترک، آلبرتو جاکومتی، ادوارد مانه، اندی وارهول، فرنان لژه، خوان میرو، کمال بهمن محسس، محمود جوادی پور، احمد اسفندیاری، مارکو گریگوریان، جاز تبا و برخی دیگر از هنرمندان به نمایش گذاشته شده است، موزه هنرهای معاصر 22 مهر ماه سال 1356 با تلاش شهبانو فرح پهلوی و با حضور محمد رضا شاه پهلوی، نلسون راکفلر، معاون رئیس جمهور وقت آمریکا، رئیس وقت موزه گوگنهایم و رئیس وقت موزه اشتدلیک آمستردام افتتاح شد و آثاری که در دهه 50 به کوشش دفتر شهبانو فرح پهلوی تهیه شده بود در گنجینه این موزه قرار گرفت. گنجینه موزه ی هنرهای معاصر یکی از مهمترین و منحصر به فردترین مجموعه های هنری در جهان است که پس از انقلاب اسلامی بسیاری از آنها با برچسب ابتزال از مقابل دیده ها کنار گذاشته شدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 28 آبان در نشست مطبوعاتی خود اظهار کرد که اقدامات ایزایی و تحریم های مختلف اقتصادی ایران بی پاسخ نمی بقایی در پاسخ به پرسشی در مورد تصمیم احتمالی اتحادیه اروپا برای تحریم خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی گفت که حتما هر کنش نامناسبی علیه منافع ایران با واکنش متقابل ایران مواجه خواهد شد. ما هیچ وقت از موازه و منافع اصولی خودمون کوتاه نمیایم. هر مذاکره ای به مفهوم داد و ستد و تبادل امتیازها باید منصفانه، عادلانه و معقول و منطقی باشه و با در نظر گرفتن نگرانی ها و مساله طرف طرفین صورت بگیره من مذاکرات رو تقسیم به جدید و قدیم نمی کنم هر مذاکره یک پیشینه ای داره یک سابقه ای داره و مذاکرات در آینده در واقع تداوم مذاکراتی است که در گذشته صورت گرفته با همه فراز و نشیبهاش هر دو طرف یا هر چند طرف یک مذاکره هم حتما درس های خودشون رو از اون روند گرفتن و انتظار معقول این هست که در ادامه مسیر اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن و تلاش بکنن که گذشته رو چراغ را آیندهشون قرار بدن. این اظهارات پس از آن است که خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش کرد که قدرت های اروپایی به دنبال قطنامه جدیدی علیه ایران در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اند. همچنین روز دوشنبه آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان به متحدان ولادیمیر پوتین از جمله جمهوری اسلامی ایران درباره وضع تحریم های جدید اتحادیه اروپا هشدار داد. بربوک که در جمع وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا درباره ی جنگ روسیه و اوکراین و صدور مجوز استفاده از موشک های دوربرد به کیف صحبت می کرد گفت که اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی علیه ایران وضع و مسئله ی صدور پهپاد از چین به روسیه را هم بررسی می کند. همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری از کانال کیوسک رسیدیم. شب بر همگی خوش پاینده ایران.